از تو تو قلبمه، دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو این هم همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو، چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو. دلم دست به دعاته، چشام همش به راته، خدا به هم نگاه کن، امیدم به نگاته. دلم دست به دعاته، چشام همش به راته. در کوچه تنگ زندگانی درهای زمانه بسته بودن، دلهای ظریف مردمان را با سنگ بلا شکسته بودن. بگذار که از خدا بگویم، از عاشق با وفا بگویم، از روز حماسه خداوند، از تپه جلجتا بگویم. هر جا که صلیب عاشقانه در جذبه نور می درخشد، خورشید پادشاهی خداوند مانند بلور می درخشد. من زندگی دوباره ام را مدیون تو هم خدای زنده، من زندگی دوباره ام را مدیون تو هم خدای زنده. من مثل کبوتری رهایم، با بال تو می پرد پرنده. با درود خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، چه عزیزانی که در کشور عزیزمون ایران هستن، اجازه دادید ما مهمان منازل شما بشیم و چه خارج از کشور. سپاسگزارم از خداوندمون که این فرصت رو داد تا بتوانیم از کلام خداوند که کلام امید و عشق هست نیز به گوش شما هموطنان عزیز به توسط این برنامه برسه. سپاسگزار هستم از مدیر شبکه 1 آقای شهرام همایون عزیز، اتاق فرمان آقای یاسر عزیزم و تمام کارکنان این مجموعه که پر از عشق و محبت هستن و در طول سالها هستش که ملت ایران رو خدمت میکنن و این آگاهی و این دانش رو میدن و این امید رو به تو هموطن عزیزم ایرانی عزیز که مشتاق حقیقت و محبت و آزادی هستی به گوش تو برسه، مبادا خسته خاطر بشی. به طور خاص تو هموطن عزیزم که در ایران هستی، با آنچه را که در طول 40 سال باعث مصیبت و درد و رنج بوده، باعث غم و آزار بوده و تو را از این بنبست این شبکه توانسته با فیض خداوند نیز رهایی بده و این امید داشته باشی با امید خداوند آزادی کشور عزیزمون ایران نزدیکه. به فیض خداوند ایران را از دست ظالمین اسلامی، نظام اسلامی پس خواهیم گرفت و این روز روزی هستش که عزیزان دور نخواهد بود. در این امید بمونیم، با این رویا زندگی کن هموطن عزیزم. ما ایمان داریم که خداوند کشور ما رو پس میگیره از آنانی که 40 سال پیش فریبمون دادن، از آنانی که 1400 سال قبل به نوعی ما رو فریب دادن. اما ایمان دارم که خداوند در کشور عزیز ما کار بزرگی داره میکنه. ملت ما دارن روز به روز آگاه تر میشن، ملت ما دیگه تو اون جایگاه گذشته نیستن که زود فریب بخورن. این امیدو داشته باشیم، این اتحاد رو با هم دیگه داشته باشیم. به طور خاص اپوزیسیون عزیزی که مخالف این نظام هستن، چه داخل و چه خارج، این اتحاد رو، این یکدلی رو داشته باشیم. به بازی نریم عزیزان، بازی نظام اسلامی تفرقه از طرف شیطانه، تفرقه از نظر آنانی که این دانش رو دارن، تحلیلگران سیاسی، از طرف دیکتاتورها هستش. پس هوشیار باشید عزیزان که این اتحاد رو داشته باشید. با فیض خدا ایران که آزاد شد، همه میتونیم اون موقع یک قضاوت درستی داشته باشیم. ما در زمانی زندگی میکنیم که هموطن عزیزم این رو میدونیم که هرگز چیزی دیگه پنهان نخواهد شد، چرا که این همه رسانه ها، این همه اخباری که تو یک تلفن موبایل شما میتونه به شما خبر بده، این رو بدونید که اگر افرادی باشن ملتی رو به طور خاص فریب بدن، دیر یا زود رسوا خواهند شد. تاریخ دیگه این گونه نیستش که 100 سال ازش بگذره و ما شاهد بر این باشیم که بگیم بله 100 سال قبل، 1400 سال قبل، 40 سال قبل مردمی رو و ملتی رو فریب دادن. خیر، شما به راحتی میتونید این روزها متوجه بشید که رسوایی هست. به طور خاص مسیر زندگی انسان ها در مسیری داره میاد که درش دموکراسی بیشتر میخواد عمل کنه. پس ظلم و ستم پایدار نخواهد بود،
به طور خاص در این روزهایی که ما داریم پیش میریم هموطن عزیزم، یک دل باشیم، حتی با اونهایی که تصور میکنید که از نظر ایدئولوژی هم نمیتونید یکی باشید. از جمله خود من که قبلا مسلمان بودم، امروز مسیح ایمان آوردم، هرگز 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 اسلام از طرف خدا نمیدانم، هرگز شخصی به نام محمد رو به عنوان پیغمبر خدا نمیدانم، اما این بر این نیستش که ما مسلمانان رو دوست نداشته باشیم. ما اونها رو دوستشون داریم، محبتشون میکنیم، اتفاقا خدمت ما برای مسلمانان هستش که بتونیم این دانش و این آگاهی و این تجربه‌ای که داریم آنان نیز کسب بکنن. پس اگر تصور میکنیم سازمان‌ها و گروه‌هایی هم هستن که با ایدئولوژی شما نمیتونه همخونی داشته باشه، برای آزادی ایران با هم متحد بشیم. ایران که آزاد بشه مطمئن باشیم که خداوند اون روز هستش که این حکمت رو به آنانی که خادمین حقیقی هستند خواهد داد، تا کشور ما در این مشکلاتی که در طول این 40 سال بوده دیگه قرار نگیره. قبل از اینکه بخوایم برنامه رو شروع کنیم، هموطن عزیز، از شما عزیزانی که امروز شاید این برنامه هستید، حتی در تکرارش خواهش میکنم اگر موضوعی هست که تو رو نگران کرده، خسته خاطر کرده، اگر همچون قلب خود من برای کشور عزیز ایران میتپه و مشتاق آزادی ایران هستی، با دعای من نیز متحد بشو. قدرتی که در نام عیسی مسیح هست عزیزان بسیار هست، 2000 سال هست که این ثابت شده. هموطنان عزیز، حتی برای کسایی که باور دیگه ای داشتن، فقط حقیقت رو خواستن، این حقیقت بوده که اونها رو آزاد کرده. و کلام خدا میگه بیایید ببینید، بچشید که خدا نیکوست، خدا عشق، خدا محبت است و هرگز هیچ باوری از طرف خدا نمیتونه تحمیلی باشه. این باور رو باید اون شخص بپذیره. اما اگر به خدا باور دارید، همین اکتفا میکنه در هر باوری که هستی. هموطن عزیزم، با دعای من متحد شد نسبت موقعیت زندگیت، اگر ضعفی هست، اگر مشکلی هستش، لطفا از خدا من بخوام. روزگاری منم این گونه رفتم به کلیسا در ایران و از کشه کلیسا خواستم برای شفای دخترم دعا کنه. من یک مسلمان متعصب بودم، ایشون دعا کرد و من شبش خواب دیدم که خداوند دختر منو شفا داده و پس از گذشت 21 سال او در سلامتی کامل کنار ما هست. امروز زمان اجابت دعای تو هموطن عزیزم هستش. مهم نیست باورت چیه، قبول کن که خدا محبت. پدر آسمانی، خدای قدوس رو شکر میکنم برای حقیقتن محبتت، محبتی که دلیلی شد که تو جهانی رو به حکمت بیافری. تو رو شکر میکنم که انسان رو شکل خودت آفریدی خداوندا، تو در مسیر اراده تو رشد کنه. تو رو شکر میکنم برای این وقت خداوند. تو رو شکر میکنم برای عزیزانی که شاهد این برنامه هستن، حتی در تکرار این برنامه. از تو میخوام حضور تو خداوندا، افکار و دل و احساسات آنان رو خوب میشناسی، نسبت به هر نیاز و هر حاجتی آنان رو اجابت کن. بیشتر از هر چیزی حقیقت خودت رو بر ایرانیان خداوندا مکشوف کن و نام تو جلال یابد خدا. ای پدر، در مسیر آزادی کشور عزیزمون ایران و این تو باشی در نام عیسی مسیح، در همین روزها مطابق فیضت ای خدا این اتحاد رو در بین ایرانیان که داخل کشور هستن و خارج از هستن، حتی در بین اپوزیسیون خداوند، تو این اتحاد و یکدلی و حکمت رو بیشتر از گذشته عطا کنی، تا با فیض و رحمت تو کشور عزیز ما ای خداوند از دست این نظام اسلامی رهایی پیدا کنه. ممنون، سپاسگزاریم و همه اینها را در نام عیسی مسیح می‌طلبیم. آمین. آمین که با ایمان دریافت کنیم. سازمان ونگارد پیس میکرز که قبلا نیز درباره‌اش صحبت کردم، بنیانگذارش من هستم در کنار خادمینی که لطف خداست این عزیزان کنار من هستن برای این خدمت، توانسته در طول این سالها کلیسایی رو به نام کلیسای پرستان مسیح بنا کنه، توانسته شبکه به نام امید جاودان بنا کنه، توانسته در خیلی از شبکه‌ها نیز این خدمت رو در بین ایرانی‌ها داشته باشه و هزاران ایرانی به توسط این سازمان نیز به مسیح ایمان آوردن و قلبشون رو به مسیح دادن، سلامتی گرفتن، دعاهاشون اجابت شده و ما در طول این سالها ایستادیم و فکر میکنم تنها کلیسایی هستیم، کلیسای مسیحی هستیم که ایستادیم و برای سرنگونی این نظام اسلامی داریم دعا میکنیم. و اگر بخوایم این گونه نگاه کنیم، ما یک کلیسایی هستیم که خودمون اپوزیسیونی هستیم که در برابر نظام اسلامی ایستادیم و با فیض خداوند
در ذهن و فکرمون و قلبمون رویای بزرگی داریم که ایران آینده رو بتوانیم، اون سهمی که داریم بسازیم ایران رو. در کوچه و خیابون‌ها به دنبال بچه‌های خیابانی، کسایی که معتاد هستن، خانواده‌هایی که تا احتیاج به سرپرستی دارن، اونها رو تا اون موقعیتی به ما این امکانات رو میده نیز اونها رو دستگیری کنیم، از دانشمون از امکاناتمون استفاده کنیم. سازمان ونگارد پیس میکرز که در از پیشتازان صلح دهنده هستم، عزیزان عضو میپذیره. اگر مایل هستید میتونید روی سایت ما برید به نام PWOC که در همون قسمت شما اعلام عضویت کنید، بگید چه نوع خدمتی میخواید انجام بدید. سپاسگزار میشم، ممنون هستم از اتاق فرمان که اون قسمت رو دارن نشون میدن که برای عضویت هستش. عزیزان لطفاً بپیوندید. به طور خاص مسیحیایی که میدونن هیچ کلیسایی نیستش، متاسفانه باید تا صبح بگم متاسفانه که این کلیساها بایستن برای ایران صحبت کنن و برای سرنگونی نظام صحبت کنن. ما ایستادیم عزیزان و ایمان داریم خداوندم کنار ما ایستاده. هیچ خورده نمیگیریم به کلیساها، به شبانان، ولی ما ایستادیم. پس تنها کلیسا هستیم عزیزان، لطفاً به ما بپیوندید و اگر مایل نیستید عضو سازمان سیاسی بشید، ما در خدمتون هستیم و در این مسیر سعی میکنیم با دانش و کمک گرفتن از آنانی که میتوانند به ما کمک کنند، از دانش سیاسی که کدوم مسیر رو قدم برداریم برای آزادی ایران. ما کنار اپوزیسیون ایستادیم و با هیچ اپوزیسیونی ما مخالفت نمی کنیم. ما شاید خیلی از ایدئولوژی‌ها رو قبول نداریم همونگونه که عرض کردم، اما احترام میذاریم به همه اپوزیسیون، به هر سازمانی، حتی سازمانی که 10 روز قبل اعلام کرده افرادی که مخالف نظام اسلامی هستن. این قسمت رو میدازیم بعد از آزادی ایران قضاوت مردم باشه. هیچ تصمیمی نداریم بگیم حکومت پادشاهی باشه، جمهوری باشه. بازم به همه این سازمان ها، این گروه ها احترام میذاریم و فکر میکنم اپوزیسیون بیرون از کشور عزیزمون ایران من رو در خیلی از مکان ها دیدن و کلیسای ما رو دیدن که ما سکوت نکردیم. ما همیشه کنار اپوزیسیون ایستادیم و اعلام مخالفت با نظام اسلامی کردیم و پیوسته ایستادیم. امروز هم با آگاهی کامل به شما هموطنان عزیزم که دارم، اطلاعات دقیقی ما داریم که این نظام آخر عمرش هست، دیگه نخواهد مون، با این آگاهی و همچنین از موقعیت روحانی خودم که در حضور خدا میرم، این آگاهی رو خدا به قلبم داده و با من صحبت کرده، این نظام سرنگون خواهد شد. فقط یک دل بایستید عزیزم، بایستیم و مطمئن باشیم که آزادی کشور عزیزمون رو خواهیم دید. کمپین خدا محبت نیز یکی از خلاقیت هایی هستش که خداوند به این سازمان داده که در کوچه و خیابان های ایران می نویسیم خدا محبت است. از شما عزیزان، هموطنان عزیزم که مسیح ایمان آوردید، بنویسید خدا محبت است، تا چرا که می خواهیم بگیم آنچرا که به نام الله، که الله رو خدا دانستن، متاسفانه سر بریدن، دست قطع کردن، شکنجه کردن، اعدام کردن، اعلام کنیم عزیزان این الله خدا نبود. رب خداست البته به عربی، اما الله خدا نیست. خدای حقیقی یهوه خدای زنده هست که حافظ مردم و قوم خودش خواهد بود. بریم با همدیگه کلیپی رو میبینیم عزیزان، کلیپایی که در این رابطه نیز قبلا صحبت شده و در کنار هم بیستیم برای آزادی ایران دعا کنیم. هر اقدامی که لازم هست که در مسیر عشق و صلح و محبت و حکمت هست لطفا انجام بدید که آزادی ایران بسیار نزدیکه. رسول عزیز، من هم به کمپین شعار نویسی و دیوار نویسی خدا محبت از پیوستم. فیض خداوند مسیح با شما. ورزشگاه دیوار نوشته شده، خدا محبت هست. این فیلم رو میگیرم تا تلویزیون امیده جا بگم. اینجا حسینی هست، روی دیوار نوشته شده خدا محبت هست. این فیلم رو میگیرم تا تلویزیون امیده جا بگم. فقط عشق میتونه نجاتم بده، اون
میبینم اینجا مسجد پای مسجد دارم عاشقونه صدا میزنم خدا محبتم هست این فریپ رو میگیرم این همیده جا بدم خدا محبتم اینجا دانشگاه دانشگاه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس هست دلم دست به دو آته چشم همش خدا محبت است این کلیپ رو میگیرم برای تلویزیون امید جاودان خیابان جشنواره تهران اینجا هم پایگاه حوزه میکنم بسیجه عشق میتونه نجاتم بده اونم عشقی که از تو تو قلبمه دارم عاشقونه صدات میزنم نجاتم بده از تو این همه دعا میکنم با دست حقیر دلم مقصد واسه آغوش تو چه بارون تندی تو چشم منه چه احساس خوبی دارم پیش تو چه احساس خوبی خدا محبت است تهران اسم دعاته دانشگاه خارزمیه نخستین مؤسسه آموزشی کشور تأسیس 1297 خیابان خبرسی با درود مجدد خدمت هموطنان عزیزمون همون گونه که آگاه هستید برنامه امید جاودان هر سه شنبه ساعت 2 به وقت لس آنجلس برنامه زنده است برای تو هموطن عزیزم هست جا داره شاد باش بگم خدمت آقای شرام همایون عزیزم که 18 سال هست این تلویزیون رو بنا کردن این مجموعه رو به ایشون تبریک میگم همچنین به تمام اعضای شبکه 1 روی خط هموطن عزیزی رو داریم از آلمان که توی این فاصله با ما تماس گرفتن یکی از هموطن عزیزی که مسیح ایمان آوردن بعد از این خطوط ما باز هست عزیزانی که مایل هستن برای دعا تماس بگیرن و اگر موضوعی هستش خوشحال میشیم از شما عزیزان بشنویم توی این فاصله که با ما هستید درود میفرستم خدمت آقای عباس عزیز از آلمان در خدمت شما هستیم خدمت از ماست خوشحال هستیم که با ما تماس گرفتید عباس جان اگر راحت باشید من سوالاتی که میگم اگر براتون مقدور هستش چون ما وقتمون کم هست سعی میکنیم تو یک زمان کوتاهی از شما بیشترین اون آگاهی و اون اطلاعات رو بگیریم که باعث امید و بنا بشه از این رو هستش که از شما میخوام بپرسم اصلا چگونه شد شما به مسیح ایمان آوردید و بعد دیگه بگید چگونه شد که تشریف بردید آلمان و از شهرهای آلمان هم برامون بگید من در خدمتتون هستم و همچنین هموطنان عزیز که بیننده این برنامه هستم بفرمایید زنده باشید خیلی ممنون من اگه بخوام بگم من شاید بعد رجوع کنم به تقریبا 15 سال پیش بله
من اون موقع یه جوان 24 ساله تقریبا بودم و دقیقا تو شرایطی بود که زندگیم شده بود پر از گناه، پر از ناامیدی. من یه جوان 24 ساله بودم که اعتیاد به مواد مخدر و الکل زندگی منو گرفته بود و کلن زندگی کاملا آشفته‌ای داشتم. و شاید به جرات بتونم بگم که تنها آرزویی که من اون موقع تو اون شرایط داشتم این بود که نمیدونم صبح دیگه از خواب بیدار نشم. شاید بارها شده بود که من این چی میگن این فکر این که بخوام خودکشی بکنم به سرم زده بود و دقیقا توی شرایط روحی خیلی اسفبادی بودم و هرچی تلاش میکردم و از اون حالا خدایی که بچگی به من شناسونده بودن درخواست کمک میکردم نمیتونستم خودم رو نجات بدم. یعنی این قضیه منو به جایی رسونده بود که دیگه شاید به جرات بگم هیچ اعتقادی به خداوند اصلا نداشتم و با همین شرایط داشتم زندگیمو میبردم جلو و برای اینکه بتونم زندگیمو حالا نمیدونم با همون فلاکتی که توش گیر کرده بودم ادامه بدم، شاید اون تقریبا اون اواخر مصرفم هم افتاده بودم به مواد فروشی، کاری که اصلا من ازش نفرت داشتم و هیچ وقت فکر نمیکردم دست به این کارا بزنم، ولی این اتفاق اون شرح حال روزگار اون سنین 24 سالگی من بود. تا اینکه من توسط یکی از دوستان، حالا اون شرایط منو میدید، با یه اجتماعی با یه گروهی آشنا شدم که گفتن میتونی اونجا بری و قطع مصرف کنی. من یادم اولین باری که تو اون گروه شرکت کردم، حالا 6 ماه طول کشید این قضیه، از اون موقعی که این پیام به من داد تا زمانی که من وارد اون گروه بشم 6 ماه طول کشید. درست. و من وقتی که اونجا حضور پیدا کردم با این فکر رفته بودم که برم نمیدونم مواد رو یه جوری بذارم کنار، بعد بیام شروع کنم مواد فروشی و پولی به دست بیارم. یعنی یه فکر باز انسانی و یه فکر شیطانی باز توی ذهن من بود برای این کار. ولی از اونجایی که خداوند واسه من یه نقشه دیگه ایو در نظر داشت و من اینو اصلا نمیدونستم، وارد اون گروه شدم. یادم اولین جلسه‌ای که رفتم، اولین برخوردی که با بچه‌های اونجا داشتم، اولین جمله‌ای که بعد از خوش آمدگویی به من گفتن اینه که خداوند تو رو انتخاب کرده و نمیدونم گناهان تو رو بخشیده و میخواد بهت کمک کنه، تو بچه بیمار خدا هستی و خداوند تو رو همین جوری هم که هستی دوست داره. خداییش برای من شنیدن اسم خدا بعد از اون تجربه تلخی که ازش داشتم و اون رنجشایی که ازش داشتم، یه جورایی برام شنیدن این حرفای یه جورایی تازگی داشت، چون این حرفا رو برای اولین بار بودم تو زندگی میشستم. اون خدایی که از بچگی من میشنفتم با اون چیزایی که اینجا داشتم میگفتن خدا تو رو همین جوری دوست داره، واقعا برای من یه تازگی داشت. چون من همیشه فکر میکردم بعد یه کارهای خاصی و یه کارهای خوبی یا اعمال خوبی انجام بدم تا خداوند به واسطه اونا منو دوست داشته باشه، ولی اینجا یه چیز عجیب و یه چیز جدیدتری داشتم میشیدم. شکر خدایش. برای همین بود که همین نمیدونم اولین بار بود میشیدم که فرزند خودم، اولین بار بود میشیدم که خداوند نمیدونم منو با تمام وجود اون گناهایی که دارم همینجوری دوست داره و منو انتخاب کرده. باعث شد که من یه با اینکه مصرف میکردم تمایل داشته باشم باز اون جلساتو برم. دو هفته سه هفته همینجوری رفتم تا اینکه با صحبتهای یکی از دوستان این قدرت توی من به وجود اومد، این تمایل توی من به وجود اومد که من بیام برای اولین بار تمام اون موادی که تو خونه داشتم همه رو بریزم دور. من هیچ وقت تو زندگی این کار رو نکرده بودم، ولی تأثیری که اونجا داشت برای من این اتفاق افتاد و شکر پدر این کار رو انجام دادم. یکی از بزرگترین و شاید بهتون بگم یکی از بزرگترین معجزاتی که توی زندگی من توسط خداوند اتفاق افتاد این بود که شب اولی که من برای ترک مواد مخدر خوابیده بودم خونه و شاید اینو اون کسایی که مثل من همدردن و نمیدونم اعتیاد به مواد مخدر داشتن و تجربه ترک کردن رو داشتن بهتر بتونن درک کنن که چقدر درد سختی یعنی این خماری و ترک کردن مواد مخدر. آدم پر از ترس و احساس خلا و درموندگی میکنه. درست. من یادم وقتی خوابیده بودم تو خونه از تمام اینا و وسوسه مواد مخدر تمام اینا اومده بود سراغ من، فقط یک فکر، اونم این که به من گفتن از خدا، از خدایی که تو اینجا حضور داره درخواست کمک کن. من یادم اولین چیزی که اونجا گفتم این بود که با گریه و گریه هم که می اومد گفتم من نمیدونم تو کی هستی، ولی
اینا این بچه ها ازت خیلی تعریف میکنن، به منم کمک کن، منو نجات بده از این وضعیت، واقعا خسته شدم. من خودم نمیدونم چه اتفاقی افتاد، یه لحظه تو هم حالتی که داشتم گریه میکردم من احساس کردم که از نوک پاهام یه چی میگن یه نیروی، یه انرژی از نوک پاهام شروع میکنه به وارد شدن توی بدنم و تمام سطح بدن من از پایین تا زانوام به کمرم و سینه و سر و همه جای وجود من گرفت و از احساس کردم من حرکت این نیرو رو توی بدن خودم احساس میکردم که داره بدن منو نمیدونم طی میکنه و از سرم زد بیرون و من بعد از اون این یه بچه خوابم برد. من اولش فکر کردم یه توهم زدم، ولی وقتی نیا کردم دیدم نه واقعا دیگه اون درد و اون خماری و اون نمیدونم وسوسه دیگه نیست. درست. و من از اون اتفاق تا الان که اینجا نشستم الان 15 ساله که نه وسوسه مواد مخدر دارم، نه نمیدونم نیاز به مواد مخدر داشتم و همه اینا رو میدونم فقط اون فیض خداوند بوده و اون لطفی که در حق من داشته. آمین آمین، سپاسگزارم. برادر عباس، ما البته یه خطی داشتیم رفت، میخواستم لحظه شما رو بگم با ما باشید که من این خط رو بگیرم. عزیزان اگر اجازه بدید صحبت ما با عباس جان که تموم شد، خطوط ما باز خواهد بود، در خدمت شما هستیم برای مطالب و موضوعات دعا و اگر سوالی هست اونجا که دانش من اجازه بده در خدمت شما هستم. بله خب میشنیدیم، بفرمایید. واقعا ایمان دارم که اونم همونطور گونه که خودتون گفتید این حقیقتاً محبت خدا بوده که شما رو دستگیر کرد. هرچند همه به خوبی میدونیم که توطئه اعتیاد در کشور عزیز ما ایران از طرف خود نظام اسلامی هست که جوانان ایرانی رو و مردم ایران رو به نوعی سرگرم کنه تا مبادا به اون خرد و اون آگاهی برسن و از اقتدار جوانی خودشون استفاده کنن برای سرنگونی نظام. بله بفرمایید، خواهش می‌کنم. خلاصه این شروع چی میگن وارد شدن خداوند توی زندگی من بود. شکر. من 9 سال این روند رو ادامه میدادم بدون اینکه بدونم این خدایی که داره به من کمک کرده کیه و چیه. من شاید اون اوائلش بعد از یه مدتی این فکر اومد تو سرم که نکنه این خدایی که من رو نجات داده همون خدای سابقه بوده که من از بچگی میشناختم. برای همین شاید فکر کردم ایراد من بوده و من نتونسته بودم خوب اونو بشناسم. برای همین شروع کردم که نمیدونم یه مکانی بود میرفتم میشستم پای صحبتهای یه آخوندی نمیدونم اونجا حضور پیدا میکردم، نمازم رو میخوندم، اون کارهایی که توی اون دین خود چی میگم دین اسلام بود اون موقع میگفتن اونا رو شروع کردم انجام دادم. ولی من بعد از 2 سال که گذشت این روند اینو بهش ایمان آوردم که دقیقا اون خدایی که به من کمک کرده هیچ رابطه‌ای با اون چیزی که از بچگی اون خدایی که از بچگی من شناسنده بودن اصلا نداره و من تکلیفم حداقل با اون خدایی که از قبل اون باورایی که قدیمی که داشتم تکلیفم با اونا مشخص شد و خیلی راحت اونا رو گذاشتم کنار و دیگه هیچ احساس تعلقی به اونا نمی‌کردم و تصمیم گرفتم با همین خدایی که منو نجات داده زندگیمو شروع کنم. توی این جلسات که من می‌رفتم توی بعد از 9 سال بود من با یه دوست که اونم عضو اون انجمن بود ولی ایشون مسیحی بودن ارمنی بودن آشنا شدم و یادمه که توی یکی از جلسات بعد از صحبت‌های من اومد گفتش که من عباس هر موقع تو صحبت میکنی و در مورد خدا صحبت میکنی من یه جورایی فکر میکنم تو داری در مورد کتاب مقدس صحبت میکنی. من موقع کتاب مقدس چیزی نمیدونستم. این رابطه بین ما یه مقدار عمیق‌تر شد، صمیمی‌تر شد. تو عید همون سال بود، سال 92 بود، عید سال 92 بود، من یادمه که یه زنگ زد به همدیگه تبریک سال جدید رو گفتیم و گفت میخوام ببینمت. توی دیداری که ما با هم داشتیم به من یه کادو داد و وقتی من اینو آوردم تو خونه یه کتاب مقدس به همراه چند تا سیدی بود، یکی از سیدی ها درست سرگذشت زندگی عیسی مسیح بود از بعد تولدش تا زمانی که دوباره به آسمان ها میره. و من شروع کردم به کتاب مقدس خوندم. وقتی من کتاب مقدس رو یادم میخوندم این کلماتی که توی کتاب مقدس هم میخوندم احساس میکردم که اینا رو من عقب شنیدم، اینا واسه من انگار که قابل درک و فهم بود، انگار که اینا رو من تو وجود من بودن. احساس میکردم اون گم شده خودم که 9 سال 10 سال دارم بهش فکر میکنم که این خداوند نمیدونم کی بود که من رو نجات داد، چی بود اونو پیدا کردم. چون خیلی از کلماتی که به من روز اول میگفتن و دقیقا تو کتاب مقدس من
پیدا کردم همون جوری که میگفتش. من برای اولین بار بود توی یه کتابی میخوندم که از خداوند به نام پدر یاد شده بود، پدر ما نام برده شده بود و ما رو فرزندان خودش خونده بود. درست. برای اولین بار یه جا میدیدم که نوشته شده که خداوند دوستدار گناهکارانه و این گناهکاران و بیماران هستن که به طبیب نیاز دارن. دقیقا اون چیزی که من تو اول بعد به ورودم به اون جلسات شنیده بودم. خدای شکر. و همین باعث شد که من تمایل پیدا بکنم با عیسی مسیح بیشتر آشنا بشم و رابطم رو بیشتر کردم. از این رو همین دوست عزیزمون که همیشه تا آخر عمر من ممنون و سپاسگزارشم، منو با یک کشیش آشنا کرد و به اتفاق یکی از دوستانم مهدی که اونم الان ساکن آمریکا هستن، ما با اون کشیشی که تو ایران با هم آشنا شدیم شروع کردیم جلسات خونگی برگزار کردیم به اتفاق چند تا دیگه دوستان و کلام های این کشیش تو اون زمانی که ما اونجا داشتیم منو به این ایمان رسیم که خداوندی که واقعا اون 10 سال پیش نجات داده بود منو، خداوند زنده ما عیسی مسیحه و این حلالی. خدا انقدر با عشق و محبت بود که سالها قبل از این که من اصلا اون رو بشناسم منو نجات داده بود. حلالی. انقدر شکر. محبت و عشقش زیاد بود که من رو بدون این که من اصلا بدونم کی هست من رو نجات داده بود. حلالی. و همین باعث شد در شهریور همون سال من تصمیم بگیرم که ایمانم به مسیح و پیروی از اون رو اعلام بکنم و با اتفاق دوستم به گرجستان رفتیم و اونجا ما قصد تعمید دادیم. هرچند من ایمان رو دارم الان اینجا که نشستم، من ایمان دارم که تعمید اصلی من 15 سال پیش همون شبی که از درد خماری و درموندگی به خودم بپیچیدم توسط روح القدس تعمید داده شدم، همون جوری که در کتاب مقدسمون یحیی تعمید دهنده اینو به مردم میگه من شما رو با آب تعمید میدم ولی بعد از من کسی میآید که شما رو با روح القدس تعمید میده و من ایمان دارم که این اتفاق برای من افتاده. هللویا هللویا. خدا رو شکر. خدا رو شکر. خیلی خوشحالم از آنچه که شنیدیم و برکت گرفتیم. الان در چه شرایطی هستید شما؟ من خب دیگه حالا 2 سال الان من اومدم در آلمان دارم زندگی میکنم و خب سختی های پناهندگی هست اینجا، مشکلاتی که اینجا به خاطر حالا نمیدونم زبان جدید، نمیدونم زندگی رو از صفر شروع کردم، مسائل و استرس های خود پناهندگی هستش. ولی از اونجایی که زندگی یه ایماندار، من خودم اعتقادم بر اینه که یه زندگی ایماندار پر از اینجور مسائل و مشکلات هست. بله. و شاید بگم شیطان از هر راهی از هر طرفی هر روز به من هجوم میتونه بیاره، به یک ایماندار هجوم میاره. هرچی ایمانت رشد میکنه شیطان از راههای مختلف تمام اون نقطه ضعفای منو پیدا میکنه و از همه اونها میخواد، از همه اون راهها میخواد به من ضربهشو بزنه. درست. ولی من با ایمانم در عیسی مسیح و از اونجایی که خب خدا رو شکر اینجا به واسطه اینکه میتونم تو امنیت و آرامش و بدون هیچ نگرانی این ایمان خودم رو در کنار خانواده روحانی که اینجا بهشون وصل شدم دنبال کنم، راضیم. خدا شکر راضیم. مشکلات هست، سختی ها هست، ولی من اون احساس امید، اون نیرویی که لازم دارم برای زندگیم و توسط خداوندمون به دست آوردم اینجا و دارم میرم جلو با فیض خدا و ادامه میدم. آمین آمین. سپاسگزارم از این که با ما بودید. ما تقریبا میشه گفتش که 7-8 دقیقه بیشتر وقت نداریم برای، اما اگر مطلبی هست خوشحال میشیم از شما بشنویم تو این چند دقیقه. من چیزی که دوست دارم اینه که دوست دارم برای، میدونید من از اونجایی که خداوند دقیقا تو اوج ناامیدیم که من قرار داشتم منو نجات داد، احساس میکنم شرایط کشورمون ایران دقیقا الان اینجوریه. درست. شرایط ایران، حال و هوای ایران پر شده از ناامیدی، پر از مشکلات، نمیدونم خفقان، بی‌عدالتی. شیطان در اونجا داره حکومت میکنه، حکومتی که در اونجا هستش تحت سلطه خود شیطانه، زیر سلطه شیطانه. بله. من احساس میکنم که خداوند همون جوری که اونجا تو اوج ناامیدی به من کمک کرد، اینجا هم روی ایران نظر داره. آمین. و دست به کار شده و من این امیدو دارم در آینده نه چند دور ایران عزیزمون نجات پیدا خواهد کرد. آمین. ایمان. دوست دارم اینجا بیاید، اینو از خواسته‌ای که قلبا دارم از مردمم.
بیاید با هم دیگه برای نجات ایران، برای سرنگونی شیطان و حکومت تحت سلطه اون توی ایران دست به دست هم بدیم. آمین. بیاییم دعا کنیم خداوندمون عیسی مسیح هر چه زودتر شرایط رو برای تغییر حکومت توی ایران فراهم بکنه. آمین. و در آخر هم دوست دارم دعا کنم برای تمام خادمین خداوند در سرتاسر دنیا. آمین. به خصوص خادمین کلیسای پرستندگان مسیح عزیزت. خواهش. و آمین میگویم به تمامی دعاها و خواسته ایمانداران حقیقی خداوندمون عیسی مسیح. آمین. و من ممنونم واقعا از این که از شما و تمام بسندارکاران این شبکه که این وقت رو در اختیار من گذاشتن تا من بتونم اون وظیفه خودم رو نسبت به محبت خداوند اینجا انجام بدم و بتونم اندازه خودم با کلامم خداوند رو جلال بدم. آمین آمین آمین. سپاسگزارم از مهر شما و مطالب بسیار خوبی که گفتید. حتما برای این موضوعات در دعا خواهیم بود. خوشحال میشیم اگر توی فرصت‌های دیگه مایل بودید بتونید تماس بگیرید و دعا میکنم که خداوند مطابق فیضش شما برادر عزیزم رو در آلمان و بقیه پناهندگان رو مطابق فیضش از ولا تکلیفی رهایی بده، چرا که خدا ولا تکلیفی رو دوست نداره و هموطنان عزیز ما هر کجای جهان که هستن بتوانن اقامت اون سرزمین رو بگیرن. آمین. اگر مطلبی نیست شما رو به دستان خدا میسپارم. زنده باشید. خیلی ممنون. خدا نگهدار. فیض خدا باشه. فیض خدا باشه. ما دقایق بیشتر وقت نداریم اما عزیزی روی خط هستن میگیریمشون. وقت شما بخیر هموطن عزیزم. آیا بفرمایید. خواهش می‌کنم. من می‌خواستم با اجازهتون برای تمامیت ایران دعا کنم. لطف می‌کنید بفرمایید. بفرمایید. خواهش می‌کنم. الان رو خط آزاده؟ بله بله بفرمایید لطفاً. سپاسگزارم. خدا خدایی که پر از عشق و محبتی. آمین. در سیمای عیسی مسیح به زمین آمدی. خدا آمین. ما ایمان داریم طبق ارمیای 49 تو. آمین. جان ما آزاد خواهد شد. هللویا. سلطنت تو بر تمام کوهپایه های ایران برقرار خواهد شد. هللویا. خداوند تمامیت ایران رو به حضور قدس تو بلند می کنم. از تمام کرانه های زیبای دریای خزر تا تمام شنزارهای سیستان و بلوچستان، از تمام خداوند سرزمین پهناور خراسان تا به کرمان. آمین. از آذربایجان و کرمانشاهان تا دشت های نفخیز و زرخیز خوزستان. آمین. خداوند تمامیت ایران رو به حضور قدس تو بلند می کنم و ایمان دارم ایران در دست های زیبای تو به شکوه و جلال گذشته خودش خواهد رسید. آمین. خداوند تک تک ایرانیان رو که واقعا پراکنده شدن در سراسر دنیا در زیر چتر حمایت تو میارم. آمین. در آرامش و آسایش خود قرار بده با تک تک اونها. آمین آمین. رویا به اونها بده. امید ما رو خداوند در ارمیای 49 خودش واقعا برقرار کن و تمامیت ایران رو ای خداوند. هللویا. کوشی کارناسی. آزادی آبادی شادی و کوهپایه های ایران ایمان داری سر سبزی اون از این به بعد ای خداوند واقعا با دست های تو خواهد بود. آمین. خداوند یک بار دیگه آرامش شادی و برکت تو رو برای تمام ایرانیان در سراسر دنیا ای خداوند و به خصوص در ایران عزیز در نام عیسی مسیح طلب می کنم. آمین. در نام عیسی مسیح. سپاسگزارم از مهر شما خواهر گرامی و عزیزی که این لطف کرد. اگر مطلبی نیست شما رو به دست اگر شما لطف کنید شماره تلفن من حتما افتاده. اگر شما به من زنگ بزنید چش هم بار میخواستم با شما تماس بگیرم. نه آخ عذر میخوام ازتون معذرت میخوام. حتما با شما تماس میگیرم. حتما عزیزم. فیض خدا با شما باشه. شما رو به دستان خدا میسپارم. عزیزانی که مایل هستن با من در تماس باشن لطف کنن با شماره تلفن 818 716 4 تا 3 818 716 4 تا 3 در تماس باشن و این رو بدونیم هرگز امیدمون رو دست ندیم. چرا ما میگیم به خدای زنده رو کنیم؟ خدای زنده امید ما هستش. شخصی به نام حبقوق در کتاب حبقوق نیز که برمیگرد به 2700 سال پیش نزد خدا میره و از مشکلات و سختی هایی که به نوعی الان ما در کشور عزیزمون میبینیم سوال میکنه از خدا که خدایا چرا باید این گونه باشه؟ چرا این همه ظلم و ستم هست؟ و گویا امیدش رو از دست داده اما خدای زنده رو میشناخته. یهوه خدای حقیقی رو
میشناخته که خدای او خدای زنده هست. بعد از اینکه با خدا سخن میگه، خداوند نیز در قلب او امیدی رو قرار میده، یک امید زنده، همون امیدی که امروز ما اعلام میکنیم از طرف کلام خدا، نه بود انسانی داشته باشه. ما اعلام میکنیم که ایمان داریم ایران کشور عزیز ما آزاد خواهد شد و به فیض خدا آباد خواهد شد. ما این امید رو داریم که آگاهی میاد، که نور میاد و تاریکی ها خواهد رفتش. در کتاب حبقوق نیز باب دو رو براتون میخونم که اعلام میکنه، باب دو آیه 1-3 که خداوند به حبقوق میگه، میگه خداوندا خبری را که به من فرمودی شنیدم و از شنیدن آن ترس از میخوام. حبقوق دو و دو یک رو براتون میخونم، میگه اکنون از برج دیدبانی خود بالا میروم. برو در حضور خداوند، برو در اون جایگاهی که خدای حقیقی و زنده هستش و انتظار میکشم تا ببینم که خداوند به من چه میفرماید و به شکایت من چه پاسخی میدهد. خداوند به من پاسخ داد، آنچرا که در رویا به تو نشان دادهم، آنچرا که خواهر عزیزم الان اعلام کرد در کتاب ارمیا 49 کلام خدا میگه در روزهای آخر خدا قدرت تاریکی، این قدرت نظام اسلامی رو میشکنه، به تو آشکار و خانا بر لوحی بنویس. یعنی در برابر چشمات قرار بده، سرنگونی نظام اسلامی رو بنویس هموطن عزیزم، و اینکه ایران آباد خواهد شد بذار جلوی چشمات، صبح که از خواب بلند میشی ببینی نوشته سرنگون باد نظام اسلامی، آباد باد کشور عزیزمون ایران، و به این نگاه کن. اعلام میکنه به طور آشکار و خوانا بر لوحی بنویس تا هر کس بتواند با یک نگاه آن را بخواند. این رویا اکنون اتفاق نمیافتد، پس نگران نباشیم. اگر صبح بلند میشیم میبینیم هنوز نظام اسلامی قدرتی داره، امروز نشده، شاید فردا نمیشه، پس فردا نخواهد شد، اما مطمئن هستیم که خداوند مطابق فیضش اون وعده‌ای که داده انجام خواهد داد. اما در وقت معین اتفاق خواهد افتاد. 40 سال تاریکی تمام شد، از این به بعد زمانی هستش که ایرانی ها آزاد خواهند شد. اما در وقت معین اتفاق خواهد افتاد و زمان آن به زودی خواهد رسید. آنچه که به تو نشان میدهم حتما واقع خواهد شد، شاید تا وقوع آن مدت زیادی طول بکشد، ولی منتظر باش، زیرا وقوع آن حتمی و بدون تأخیر هست. پیغام این هست، مردم بدکار هلاک می شوند، نظام اسلامی هلاک خواهد شد، اما شخص نیکو به وسیله ایمان زندگی خواهد کرد. و ما ایمان داریم که خداوند مطابق فیضش نیز ما رو برکت خواهد دادش. عزیزان در انتهای وقت هستیم، آیا وقت داریم خطی رو بگیریم؟ متاسفانه خطوط ما پر شد، امساری ببخشید که نمیتونیم، اما این امید رو داشته باش هموطن عزیزم، اعلام کن هر روز برای سرنگونی نظام اسلامی دعا کن، به طور خاص هموطنی که مسیح ایمان آوردی، در برابر ظلم و ستم میباید ایمانداران مسیح بیستن. سکوت نکنید، کنار ما بیستید. خواهش میکنم برید روی سایت ما PWOC و عضو بشید، با شما تماس خواهیم گرفت. سپاسگزارم، میبینم که خطوط ما داره پر میشه، اما متاسفانه وقتی نداریم. یک بار دیگه اعلام میکنم، لطفاً با شماره تلفن ما 818-716-4-0 تماس بگید، من در خدمتتون هستم. شماره تلفنایی هم که پایین صفحه هستش میتونید تماس بگید، اگه لازم باشه من تو استودیو خواهم بود که با شما عزیزان صحبت کنم. فیض و رحمت خداوند با شما عزیزان باشد و بماند تا ابد الاباد. آمین. الو،
فقط عشق میتونه نجاتم بده، اونم عشقی که از تو قلبمه، دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو این هم همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو، چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو. دلم دست به دعاته، چشام همش به راته، خدا به هم نگاه کن، امیدم به نگاته. دلم دست به دعاته، چشام همش به راته.